روبی مبنای MVC هست معماری MVC زبان فارسی میگن مدل نما کنترلگر اگر تایپ بکنید مدل نما کنترلگر همینطوری که من تایپ کردم یا MVC داخل صفحه ویکیپیدیا یه مقاله خوب هستش که میتونید در موردش تحقیق بکنید به عنوان کسی که مهندسی داره میکنه مهندسی نرم افزار داره میکنه شما باید نرم افزارهایی که دارید مینویسید بعد یک معماری خاصی داشته باشه دیدی که من تو درس های از MVC خودم استفاده کردم مدل هامو گذاشتم داخل includes. کنترلر هم گذاشتم بالای هر پیج پرزنتیشن یا ویو uh, رو گذاشتم پایین هر صفحه مدل ویو کنترلر اینو باید یاد بگیرید آرکیتکچرش خیلی مدل های دیگه ای داریم اما روبیانوز از MVC استفاده می‌کنه. خب مدل ویو کنترلر اینا یعنی چی یعنی مدل نما و کنترلر مدل آبجکت های شما کلاس های شما هست ویو پرزنتیشن شما هست چیزی که کاربر باش سر کار داره مثل جاوا اسکریپت سی اس اس کنترلر کارهایی که شما بین مدل و ویو انجام میدید رو رد و بدل میکنه کارهایی که یوزر کاربر شما انجام میده باش اینتراکت میکنه فعل و انفعال داره باش اینتراکت فکر کنم این معنی رو میده باش سر کار داره رد و بدل میکنه شما در اصل مدل دارید کنترلرها و ویو ها, ها چیزایی هست که شما باش سر کار دارید و باش ازش استفاده خواهید کرد خب برای اینکه ام رو متوجه بشید باید توی آر... وب بیسیک یا مقدمات وب رو بدید صفحات استاتیکی که وب دیزاینر ها میسازن اینطوریه شما یه براوزر دارید یه پیج دارید اینا با هم رد و بدل میکنن صفحاتی که شما مثلا با اپلیکیشن مثل آدوبی میوز میسازید یا با بوت استرپ یه براوزر هست یه پیج هستش البته بین براوزر و پیج یا مرورگر و صفحه سرور هم هست ولی خب ساده ترش کردیم به این صورت حالا پیج میتونه با دیتابیس هم سر کار داشته باشه خب میتونه با دیتابیس اینجوری سر کار داشته باشه چیزهایی که ما باش کار کردیم حالا به عنوان وب دیزاینر یا وب دیولپر وقتی دیتابیس بهش اضافه میشه دیگه میریم به سمت کد بیشتر که فقط پیجمون است دیتابیسمون است صفحاتمون است و براوزر ما اما MVC چطوری کار میکنه؟ خوب دقت بکنید معماری مهندسی MVC اینطوریه که شما یه براوزر دارید یه مرورگر دارید این مرورگر اطلاعات رو میفرسته به کنترلر یا همون کنترل کنترل گره دیگه اونجا این کنترلر حالا بعد اطلاعاتش رو میاد چیکار اطلاعات که از براوزر گرفته یا از کاربر گرفته میفرسته به مدل مدل کلاس های شما هست کارهایی که شما کرد مثل روبیان ریلز مثل کلاس هایی که گذشته داخلش شما اضافه کرده دو آخر بعد مدل میاد میپرسه از دیتابیس که آیا من احتیاج داره به دیتابیس وصل شم یا نه وقتی که میگه میبینه احتیاج داره به دیتابیس وصل میشه و از دیتابیس و از اون دیتابیس اطلاعات رو میگیره برمیگردونه به این مدل این مدل هر چی گرفته دوباره برمیگردونه به این کنترلر و دوباره همینطوری این قضیه اجرا میشه کنترلر مدل دیتابیس کنترلر مدل دیتابیس و حتی ممکنه حتی دیتابیس هم در سر کار باشید بین این کنترلر و مدل هی hey, رفت آمد وجود داشته باشه وقتی که همه چیز رو فرستاد به این کنترلر کنترلر نمیفرسته به براوزر میفرسته به کجا خیلی خوب دقت کنید این نکتهش مهمه فکر میکنید که کنترلر میفرسته به براوزر ولی براوزر تمام این صفحاتی, تمام این داده های رو که از مدل گرفته میفرسته به ویو درسته و این ویو هستش که میفرسته به براوزر پس خیلی خوب میخوام دقت بکنید اینا که وقتی که شما از مودل و کنترل گرفتی کنترلر هستش که میرسه به ویو و بعد ویو میفرسته به براوزر ویو رندر میکنه همه اینا رو برمیگردونه به اون صفحاتی که شما میخواد که کاربر نمایش پیدا بکنه حالا این ویو ممکنه چارچوب دیگه رو در اختیار داشته باشه بین بو... مثل بوتستراپ شما داخل این ویو یه, یه کدای نوشته باشید و به استرا کار بکنید برگردید به براوزر حالا ما تا آخر این درس ها ما یه کانتنت منیجمنت سیستم درست خواهیم کرد شما متوجه بشید که چطوری میتونید از روبی استفاده بکنید از این بهتر نمیشه نکته ای که اینجا مهمه اینه که کنترلر تصمیم گیری ها رو به عهده میگیره تمام تصمیم گیری ها که چطوری وقتی کاربر اگر روی این کلیک کرد چه اتفاقی میفته کنترل به میگیره مدل داده ها رو به عهده میگیره کلاس های شما آبجکت های شما و ویو نمایش رو بخته میگیره تمام اینا رو میدونید اما کنترلر رو باید خیلی خوب روش چشمتون رو خیره بکنید تصمیم گیری ها رو بخته میگیره یعنی چی یعنی که کاربر وقتی مثلا روی این دکمه کلیک کرد چه اتفاقی افتاد نمیتونه که بفرسته به مدل. تصمیم میگیره که وقتی روی کلیک کرد کنترلر میاد کنترل میکنه مثلا میره به مدل میگه که مدل من از کلاس یوزرت میخوام استفاده کنم خیلی خوب مدل میگه باشه بیا استفاده کن بعد میگه خب از این استفاده کردم حالا میخوام این کارا برای من انجام بده توی کنترلر و کنترل میفرسته به ویو حالا به زبان دیگه خود روبیان ریلز اینا رو به کنترلر میگه اکشن کنترلر به ویو میگه اکشن ویو به مدل هم میگه اکتیو رکورد توجه بکنید که مدل اکتیو رکورد رکورد هست نه اکشن رکورد بقیهشون اکشن کنترلر اکشن ویو هست فقط مدل اکتیو رکورد هست فاصله هم نداره اونا هم کامل کیس هستش خب اگر اینا رو روبیان رز اینجوری صدا میزنه پس اینا رو در ذهنتون بسپورید من چند لحظه سب کردم که شما اینا رو قشنگ ببینید اما روبیان رز بعضی موقع کنترلر و ویو رو هم با هم یکی میکنه که اینا اگر با هم پیش بیاد به اینا رو میگه اکشن پک پس هر موقع اکشن پک رو دیدید بدونید که ویو و کنترلر رو بهش میگن اکشن پک اینو با هم هستش